بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم جمهوری پنجم، در هر جای که تشریف دارین، سلام و احترام به تک تک شما عزیزان. امروز یکی از موضوعات نهایت برجسته، مهم، داغ و حاد را خدمت شما انتخاب کردیم که رویش بحث بکنم. او چی است؟ موضوع دشمنی طالبا با خانمهای افغانستان است. ممکن است در ذهن شما عزیزان این خطور کنه که چرا طالبا با این شدت عمل در مقابل خانم ها قرار گرفته است. ما لایه های پنهانی و لایه های استخباراتی و اهداف بزرگ طویل مدت که در عقب این تصمیم قرار داره او را خدمت شما یکا یک بیان میکنم. به طور مقدمه باید گفت که این تصمیم از طریق طالبان گرفته نشده، بلکه از طریق ISI گرفته شده، ولیکن طالبان مجری عمل هستند و تطبیق کننده این پروسه وحشتناک هستند. شما خود واقف هستید که در طول بیشتر دو نیم سال فشارهای متعددی و گوناگونی از طریق سازمان ملل متحد، شورای امنیت ملل متحد، کشورهای دور و نزدیک، جامعه جهانی، مردم افغانستان، خانمهای افغانستان در این قضیه بالای طالبان وارد شده. لکن طالبان به هیچ تشویشی، به هیچ پیشنهادی اینا پاسخ ندادن، بلکه به شدت عمل خود هنوز عمل کرد خود هم از نظر عملی هم از نظر فکری شدت بخشیدن، افزایش دادن و او را وسیع و گسترده ساختن. و شما در جریان قرار دارین که در طی دو نیم سال با وصف که افغانستان در یک حالت بسیار فقر خطرناک قرار داره، اطفال افغانستان در سوی تغذیه مهلک قرار داره، برق وجود نداره و مشکلات فراوان مردم افغانستان تهدید میکنه که مردم به شکل کتله‌ای یعنی میلیون میلیون به حالت فرار قرار داره، لکن طالبان در ای لابلا بیشتر از 50 فرامین علیه زنان افغانستان صادر کردند. بدون شک که در این قضیه یا در این پروسه یا در این فرایند گپ های بسیار بزرگی، اهداف بسیار بزرگی نهفته است. بیاین که یک و یک این اهداف را من خدمت شما بیان بکنم. اول، طالبان شما میدونید که نه از نظر شرعی و نه از نظر قوانین بین المللی، یعنی ساخته دست بشر که قانون وضعی میگیم، و نه هم از نظر عرف و فرهنگ عنعنات افغانی مشروعیت حکومتداری را در افغانستان نداره. چرا طالبان یک گروه قاتل هستند که سابقه طولانی و ید طویل در قتل ها دارند، در خشونت دارند و در یک اسلام جعلی و تزویر دارند. طالبان نه وابسته به دین هستند، نه وابسته به قوانین بین المللی هستند و نه هم وابسته به قوانین شرعی و نه هم وابسته به مطالبات فرهنگی و عنعنوی داخل افغانستان. به هیچ چیز باورمند نیستند. بنابراین وقتی که طالبان در عقب این قضیه خانم ها یا ظلم و خشونت که علیه خانم ها ادامه میتن، ذهنیت 40 میلیون نفوس را به خود معطوف داشتند. بنابراین در اینجا طالبان برنده هستند. چرا برنده هستند؟ به خاطر از اینکه عدم مشروعیت را که طالب ها در طول دو نیم سال بالای مردم ما ادامه داشته یا تحمیل کرده، ای از ذهن مردم تقریبا در درجه دو و در درجه سه قرار دارد. چرا ذهنیت ما شما همهش مشغول و مصروف چی هست؟ موضوع خانم هاست. اگر شما در رسانه ها ببینین، در تلویزیون ها ببینین، در فیسبوک ها ببینین، در یوتیوب ها مصاحبه ها، سخنرانی ها، همه مردم در قضیه خانم ها صحبت میکنند، در موضوع خانم ها صحبت میکنند. زن و مرد، تحصیل یافته و غیر تحصیل یافته، در داخل و خارج، همه در مورد خانم ها صحبت میکنند. همچنان کشورهای متعدد، جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، همه در مورد خانم ها صحبت میکنند. بنابراین موضوع اصلی که عبارت از عدم مشروعیت نظام طالبان روی از کس صحبت نمیکنند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که طالبان تانستن به شکل تدریجی یا زینه به زینه، قدم به قدم نظام خود بالای مردم حاکم بسازند و
و حاکمیت خود تقویت ببخشد، که به مرور زمان شما در طول 2.5 سال میبینید که اکثریت کادرهای افغانستان فرار کرده و یا در حالت فرار هستند و کشورهای متعدد در سطح جهان دروازه خود بر روی کادرهای افغانستان مفتوع نگه داشته. علت چی است؟ علت این است که ای به موفقیت طالبا بالاخره محاسبه میگرده. چرا؟ طالبا میخواهد که در افغانستان هیچ کادر هیچ تحصیل یافته وجود نداشته تا که اینها ام حاکمیت خود بالای مردم فقیر و بیچاره و مظلوم و اکثریت بی سواد و جاهل تحکیم ببخشد، که طالبا در این پروسه موفق شده. دوم قضیه که از این که در مهمتر و برجسته‌تر است، او موضوع چور و چپاول معادن یا ذخایر زیرزمینی افغانستان است که او در بطن افغانستان قرار داره و تمامی مردم افغانستان در او سهم داره، لکن طالبا از یک مسیر غیر مشروع، غیر حقوقی، غیر قانونی این ذخایر معدنی را از طریق توطئه و دسیسه که تعداد از جنرالای شبکه آیسای پاکستان و با چینایی ها اینا همسو و همقطار این قضیه را ادامه و دنبال میکنند. شما میشنوین که طالبا با چینایی ها موافقت نامه های را و معاهدات را امضا کرده تا ای که ذخایر معدنی افغانستان را اینا انتقال بدن و ای را پروسس بکنند. بنابراین در اینجا قضیه ای که مطرح است ای است که در افغانستان 19 تریلیون دلار ذخایر معدنی وجود دارد که بنابر محاسبات برای افغانستان تقریبا برای 200 سال این کفایت میکنه از نظر اقتصادی. یعنی اگر افغانستان هیچ درآمد دیگر هم نداشته باشد، 200 سال مصارف افغانستان از طریق ذخایر معدنی که ما داریم مهیا میشه و به محاسبه ای که شده یا برآوردی که شده 100 سال پاکستان ای کفایت میکنه. بنابراین در همین شرایطی که حکومت طالبان رسمیت نداره، این قضیه به شدت ادامه داره. حتی وزیر معادن طالبان آقای دلاور فرزند خود من حیث سفیر به چین فرستاد. چرا؟ در اینجا سه بخش دست دار. دست اول آیسای است، جنرالای آیسای است که سهم بزرگی را از این حاصل میکنند. دست دوم خود چینایی هاستند که توأم با پاکستانی ها این کار انجام میتن و طالبا، برخی از طالبا در این قضیه شریک هستند، البته شریک جرم هستند که فقط پول خود را حاصل میکنند و بس. و طالبا این ظرفیت و این فهم و این دانش و این وطن دوستی و این نگرش ندارند که فکر کنند که این حق تمامی مردم افغانستان است و در این یک پروسه غیر قانونی و غیر حقوقی است. حالا سوال که خدمت شما عزیزان مطرح میشه ای است که شما شاید سوال کنید که چرا غیر قانونی است؟ غیر قانونی به این خاطر است که دولت طالبان رسمیت ندارد سطح بین المللی. بنابراین کنونسیونی هایی که از طریق سازمان ملل متحد تصویب شده و او در اوج قوانین یا لوایح ثبت است که تا دولتی که رسمیت نداشته باشه او نمیتونه با کشورهایی که رسمیت داره با اونا قرارداد امضا بکنن، تفاهم نامه امضا بکنن و معاهدات امضا بکنن، یعنی تعاملات به این شکل داشته باشد. چرا که نرخ و اسعار تمامی ذخایر جهان در اوج تعیین است. به گونه مثال لاپس لزولی که در فارسی ما شما برش لاجورد میگیم، قیمتش در بازار بین المللی 1 گرام آن 25 دلار این قیمت تعیین شده، لکن وقتی که ایجا بازار وجود نداشته باشه و نرخ و مراقبت از طریق سازمان ملل متحد وجود نداشته باشه و در ایجا دولتین رسمیت نداشته باشه، او را میتونن که به 1 دلار به 2 دلار هم بفروشن که فعلا امی رقم جریان داره. قضیه آله هر چیزی که است، اگر مثل زغال سنگ است، هر چیزی که در افغانستان است او به پایین ترین یا نازل ترین نرخ فروخته میشه. بنابراین ذهنیت ما شما را به خاطر خانم ها مصروف ساختن، بنان آی اس آی از این طریق ما شما را غافلگیر ساخته و ذخایر ما را در حالت چور و چپاول قرار داد. و چین که از یک طرف ادعا میکنه که ما در امور داخلی افغانستان مداخله نمیکنم، یعنی مظالمی که جریان داره یا فقر که حاکم است، وحشتی که حاکم است
به او مداخله نمیکنه، ولیکن در معادن ما باز مداخله میکنه. این مداخله را در چور چپاولش کاملا در رأس جدول قرار داده. ببینین چین هم به خیانت بسیار بزرگ در داخل افغانستان از دست خود ما، از طریق طالب ها و آیسای در این قضیه به یک خیانت تاریخی را در حق مردم افغانستان انجام داده. در حالی که چین همسایه افغانستان و دومین قدرت اقتصادی در سطح جهان است، چین میتونه که حتی به طور روزمره برای 20 میلیون نفوس نان و غذای آماده تیار بکنه بیاره. اما وقتی که در هرات زلزله شد، شما دیدیم که کشور چین 200 هزار دلار کمک کرد. این یک مسخره و یک تقریبا ای تو یک معنا داره که گویا افغانستان پیش از اینا هیچ اهمیت نداره، یک غنیمت جنگی است، فقط معادنش چور میکنه و بس. چین این صلاحیت داره که در یک هفته به تمامی ولایت افغانستان برق تولید بکنه، اما امروز مردم افغانستان برق نداره، چین قطعا به او کمک نمیکنه. ببینین اینجا خیلی قضاهای دیگه نهفته است که حال وقتش نیست که روش صحبت بکنیم. یه خیانت بسیار بزرگی که در عقب از آیسای قرار داره و آیسای همین چین هم اجازه نمیده که به افغانستان کمک واقعی و صادقانه کنه بناهن، ولی در چور چپاول معادن افغانستان اینا مشغول هستند. نتیجه چیست؟ نتیجه ایست که وقتی که ذهن ما، شما ذهنیت همه کشورهای متعدد دوست و دشمن در قضیه خانه ها مشغول باشه، بناهن پاکستان موافقانه با تعدادی از طالبای خائن این پروسه را طی مراحل میکنن و ذخایر افغانستان رو چور میکنن. موضوع سه، شما میدانید که تعلیم و آموزش و تربیه که یک مادر به فرزند خود در جامعه تقدیم میکنه این بسیار با اهمیت است. سعادت یک جامعه، ترقی و تعالی یک جامعه وابسته به تربیه و آموزش یک مادر تحصیل یافته است. وقتی که مادر بی سواد بود، مادر عاجز بود، بی تحصیل بود، او نمیتونه که یک فرزند درست به جامعه تقدیم بکنه. البته یک فرزند موفق را از نظر اقتصادی، از نظر فکری، از نظر انسانی، از نظر حقوقی. بنابراین طالب ها با آیسای مشترکان در این پروسه دست به دست هم دادن که تا چند سال بعد، یعنی تا 2.5 سال خوینا سپری کردن، تا 3 سال 4 سال بعد یک نسلی در افغانستان اینا تولید میکنن، یک نسلی در افغانستان در عرصه اجتماعی به بار میاد که کاملا ضد زن، ضد حقوق زن، ضد انسان، یعنی تمامی هم و غمشان بر ضد زن میباشه. این تو یک نسل را اینا تربیه میکنن که هو شب و روز با خواهر خود، با مادر خود، با خانم برادر خود مصروف و مشغول حجاب او باشه، کردار و رفتار و گفتار او باشه، چرا که این نسل فعلا در حالت تربیه شدن است. وقتی که مادر بی سواد بود، طبیعتا اولاد اینمی قسم تربیه میشه. چرا؟ چرا که طالب ها در مساجد خود، در مدارس خود، در مراکز آموزشی خود من حیث یک مضمون اصلی و حقیقی این موضوع را دنبال میکنن. همه روزا شما میبینین که ملاهایی که تحت نفوذ طالب ها قرار دارن، همه صحبتشان، هم و غمشان قضیه خانمه است. یعنی اینطور وانمود میکنن که تمام مشکلات افغانستان وابسته به قضیه خانمه است. اگر خانمه بی تحصیل بود، بی تعلیم بود، در خانه مزدور و نوکر و چاکر بود، مشکل حل است و اسلام هم قابل تطبیق است و اسلام هم اینه میره میخواه، در حالی که قضیه برعکس است. بنان در این قضیه هم یک قضیه بسیار متنی و محتوایی که آینده مردم افغانستان خصوصا خانمای افغانستان رو تهدید میکنه در این قضیه قرار دارد. بنان شما شاهد باشین اگر خدا نخواسته نظام طالبانی ادامه پیدا کنه، برای 4 سال بعد یک نسل در افغانستان تبارز میکنه که همهش بر ضد زن میباشد. اصلا او از قضیه ترقی و تعالی و پیشرفت و اقتصاد و تکنولوژی و قضایا اصلا بوی نمیبره، فقط فکرش، غمش، تمام امو انرژی خود به خاطر کنترل خوار خانواده و خانم و مادر و مادر کلان خود او مصرف میسازد. یعنی تمام هم و غمش اینمی میباشد و موت یک نسل فعلا تربیه میکنه که این اکثریت مردم ما قضیه را درک میکنه و اکثریت شاید هم این قضیه در فکرشان هنوز خطور نکرده باشد.
و موضوع دیگی که بسیار زیاد این مهم است، خصوصا برای آیسای بر طالبا بسیار مهم است که بر چین اونقدر مهم نیست، او قضیه پنهانکاری جرایم سازمان یافته ای که از دهه 90 آغاز الی کنون که موجب قتل صدها هزار افغان بیگناه از طریق شبکه استخباراتی پاکستان یعنی آیسای و مجری یا طالبان ای صورت گرفته، ای هم مردم روی ازی صحبت نمیکنه. چرا؟ در طول 20 سال شما میدانید که افغانستان صدها هزار تحصیل یافته و صدها هزار ماستر و لسانس در ای افغانستان رشد یافته و یا در کشورهای متعدد اینا تحصیل کردن و افغانستان بازگشت کردن فعلا. و اگر این طالبات نظامشان به هر شکلی که می بود این تحصیل یافته ها بالاخره از خود واکنش نشان میدن، با این طالبات در تفاهم می شدن که در عقب قتل ها کی بودن. به این معنا که اولا آیسای در پشاور و در راولپنڈی و در اسلام آباد قتل های زیادی را انجام دادند، یعنی نخبگان افغانستان، سیاسیون افغانستان، علمای افغانستان را، که نواسه حکمتیار یعنی عبدالله بهیر این قضیه را هم اشاره داشت، اشارات داشت در مصاحبه که دو روز پیش انجام دادند. و سپس این قضیه انتقال کرد به افغانستان که جنگای تنظیمی منجر به جنگای تنظیمی شد و در ولایات متعدد افغانستان بین مجاهدین جنگا شد و بالاخره طالبا رشد کرد و طالبا هم در دور اول قتلای بی حد و بی حصر را انجام دادن و در طول 20 سال هم در حدود 200 هزار فرد را اینا به قتل رساندن. بناهن اگر نسل تحصیل یافته یا نسل روشنفکر در افغانستان وجود داشته باشد یا اینا زندگی نرمال داشته باشند، طبیعتا به این قضیه اینا میپردازند. بالاخره اینا سوال و جواب میکنند که این قتل ها در عقبش کی بود، چرا این قتل ها انجام صورت گرفت. بناهن در پروسه مصروف سازی و مشغول سازی فکر افغان ها بالای زن ها و خصوصا کادرها، فعلا ما این قضیه را فراموش کردیم. چرا؟ پاکستان میفهمه که بالاخره مردم افغانستان در این طول 20 سال تحصیل یافته شدند. خب هدف ما یک چار خائن و وطن فروش و فاسد نیست، هدف ما اکثریت قاطع جوانای افغانستان است که تحصیل یافته شدن در 20 سال. شما خبر دارن که در افغانستان صدها دانشگاه وجود داشت و صدها هزار تحصیل یافته ما داریم. بنان اینها حتما این سوال مطرح می ساختن، من حیث یک انسان، من حیث یک بشر، من حیث ای که اینا دوستا و خشاندایشان قربانی قضیه بودن و این پس مربوط و منوط میشه به کی؟ به شبکه استخباراتی پاکستان آیسای. و بنان در این قضیه ذهنیت مردم را اینا به یغما آوردن و مردم هم تقریبا از این موضوع هم غافل ساختن تا کسی سوال نکنه که آیسای در عقب این جنایت قرار داشته. موضوع دیگر که در این قضیه بسیار مهم است او ایست که فلجسازی آینده افغانستان از نظر رشد و ترقی و اقتصاد، بازرگانی و این قضایه است. چرا؟ زمانی که تمام مردم افغانستان به طرف مدرسه و به طرف حفظ قرآن و به طرف این قضایه توجه داشته باشه، بناهن نسلی که به بارمیه همهش یا حافظ دین می باشه یا قاری قرآن می باشه یا ملا می باشه، بناهن اینا توجه خاص یا توجه عام به قضیه پیشرفت و ترقی و تعالی و تجارت نداشته می باشه. و در این قضیه سهم خانم ها یا تأثیرات یک خانم یک مادر بیشتر و بالاتر از مکتب و مدرسه و همچنان جامعه می باشد. چرا که وقتی یک خانم تحصیل یافته می باشد، یک خانم روشن فکر می باشد، او بیشتر اولاد خود را از طریق خانواده و از طریق زندگی روزمره خود به طرف روشنفکری سوق میده و او را آموزش درست میده، به طرف وطن دوستی، به طرف زندگی مسالمت آمیز، به طرف یعنی تمامی ضرورت ها و نیازمندی های مبرم یومیه یک انسان. بنابراین وقتی که خانم بی سواد می باشه، خانم ها تحت شکنجه می باشه، طبیعتا جامعه آینده افغانستان یک جامعه فلج به بار میاد. بنابراین در او صورت میشه که ما در آینده دور یا نزدیک نرس، دکتر و همه کادرهایی که او رابطه داره به کارهای عملی روزمره مثل دلدوان، انجینر و همچنان موضوعات شهروالی ایره از کشورهای دیگر
ما باید وارد بسازیم. یعنی بهترین کارش پاکستانی هست. پاکستان میاین و این وظایف از ما میگیرن. چرا؟ ما تمام جوانای ما را در مدارس مشغول موضوعات دینی ساختن. یعنی خارج از حیطه صلاحیت و ضرورت های افغانستان. چرا در یک جامعه که در اوج انسان یا بشر زندگی میکنه او زندگی نرمال انسانی خود پیش میبره. در زندگی نرمال انسانی اولین چیز غذا است، امنیت است و سپس موضوعات ضرورت های یومی است و بعد از موضوعات دین است. زمانی که یک انسان خانه درست نداشته باشه، غذای درست نداشته باشه، او نمیتونه حتی پرستش خداوند جل جلاله رو به شکل درستش ادا بکنه. او نمیتونه حتی امو تعلیمات و تحصیلات دینی خود به شکل درستش ادا بکنه. بنابراین وقتی که یک جامعه یک انسان فقیر شد و خود متون اسلامی فقر بسیار بد گفته و فقر بر ضد انسانیت گفته و فقر باعثی که انسان به طرف کفر و وحشت و دهشت بالاخره فرو میبره، ایره توصیف کرده. بنابراین وقتی که جامعه فلج شد و جامعه در کمبود موضوعات فکری و اقتصادی و غذا مواجه بود، بالاخره جامعه چه میشه؟ فلج میشه. در قضیه دشمنی به خانم ها این قضیه هم بسیار مطرح بحث است. مسئله قضیه دیگری که در قضیه نهفته است، نهادینه ساختن خشونت علیه زنان به شکل سازمان یافته است. او چه قسم است؟ او ای است که حالی که به طور عموم بر علیه خانم ها اینا 50 فرامین صادر کردن و از نظر فکری و از نظر عملی اینها هم و غمشان تمام تمرکزشان بالای خشونت بالای زن است، ظلم و مظالم و کنترل بالای خانم است، به رفتن خانم ها، به تعلیم خانم ها، به تحصیل خانم ها، به رفت آمد خانم ها، به لباس خانم ها، حتی به گفتار کردار پندار خانم ها اینا محدودیت وضع کردن. بنابراین معنایش چیست؟ معنایش چیست که معنایش این است که اینها تمامی نسل آینده را به سمت این تفکر سوق میتن. و چرا که اطفال از بزرگان می آموزن، اطفال از مساجد و از خانواده می آموزن. وقتی که در یک جامعه به این شکل هم رسانه ها هم فرامین صادر میشه، هم در مساجد، هم در مدارس، هم در دانشگاه به این قضیه توجه صورت میگیره، بنان اطفال ما هم بالاخره کسایی به بار میاره که بر ضد خانم ها اینا قرار داشته می باشد. و این موضوع خشونت علیه خانم ها به شکل نهادی نشده و به شکل سازمان یافته در افغانستان ترویج پیدا می کند که از بین بردن از او بسیار یک کار مشکل بلکه ناممکن ممکن است در آینده که تهدید بکنه نسل های آینده افغانستان، ممکن است که ما با میتی یک موضوع مواجه شویم. و موضوع دیگری که در این قضیه بسیار مهم و بسیار اساسی است و این است که فعلا مظالمی که در افغانستان جریان داره که عبارت از شکنجه 20,000 زندانی، اول هیچ کسی سوال نمیکنه که امی 20,000 زندانی کی هستند، در کجا هستند، چرا این زندانی شدن، دومی که چه نوع شکنجه و چه نوع ظلم و مظالم علیه این مردمی که در زندان هستن جریان داره و کی و چی گونه. تا جایی که ما گزارش داریم تعداد زیادی از این زندان ها تقریبا فلج شدن، تحت شکنجه بسیار شدید قرار دارند و در بسیاریش در حالت ای است که خودکشی بکنند و امو فرصت هم برشان مهیا نیست. بنابراین و دیگر مظالمی که در ابعاد مختلف کوچای اجباری است یا جابجایی وزیرستانی هاست و دیگر یعنی جریاناتی که در افغانستان یا پنهان یا آشکار جریان داره که او بر ضد منافع مصالح مردم افغانستان است، این قضیه هم به شدت ادامه داره. و وقتی که ذهنیت های مردم ما مشغول و مصروف با قضیه خانم‌ها باشه، بسیار کم مردم به این قضیه توجه میکنن. دیگر این که اکثریت مردم افغانستان فعلا به یک نسل گدایگر تبدیل شدن. شما دوستان میدونین که خصوصا کسایی که در خارج تشریف دارن، اونا میدونن که روزمره چند تلفنی را و چند پیامی را اینا
از افغانستان دریافت میکنن که اونا مطالبه پول میکنن، شکایت میکنن از وضعیت اقتصادی، و همچنان اگر طالبان اجازه بدن که رسانه ها برن این موضوع رو به شکل درستش ارزیابی بکنن، تحلیل بکنن و گزارش ترتیب و تنظیم بکنن، شما میبینین که اکثریت مردم افغانستان 80 درصد بالاتر از 80 درصد در فقر و فاقگی و مسکینی بسیار شدید قرار دارند. چرا که منبع درآمد قطع شده. قبلا معاشاتی که وجود داشت در افغانستان حدود 2 میلیون کارمند دولت از طریق معاشات گزافی که اینا حاصل میکردن امرار معیشت میکردن، 3 وقت غذا برای خانواده خود ترتیب و تنظیم میکردن، بالاخره او قطع شده. اگر معاشات وجود داره بسیار اندک است و اگر اندک کم است، اکثریت کادرهای افغانستان یا مامورین افغانستان را ترک گفتند. مثلا به طور مثال ما 400 هزار نیروی امنیتی داشتیم و این 400 هزار نیروی امنیتی امروز همه ایشان معاشاتشان قطع شده یا وجود ندارند یا تحت شکنجه قرار دارند، در حالت فرار قرار دارند. بنان خانواده های از اینا را اگر شما محاسبه بکنین، در 1 نفر 10 نفر شما حداقل ارزیابی بکنین، در حدود 1.5 میلیون انسان یا بیشتر از او به این قضیه میرسه که اینا در حالت فقر فاقگی بسیار اشد قرار دارد. و همزمان معاشاتی که در نظام قبلی گرفته می شود این در بازار رد و بدل می شود. وقتی که یک مامور، یک صاحب منصب، یک دکتر و یک کارمند دولت معاشات می گرفت، از طریق اینمی پول بازار رونق پیدا می کرد و نظام سیستم بازار امی قسم یک شکل دارد که این پول از جیب یک نفر خارج می شود به جیب نفر دیگر داخل می شود. یعنی بازار به شکل او اما پروسس خود یا بازار زنده نگه داشته میشه یا بازار رونق پیدا میکنه. بنابراین سیستم بازار هم فلج شده به خاطر از اینکه وقتی که معاشات وجود نداشته باشه، از یک طرف بازار فلج میشه، از طرف دیگه در غذا و خوراک و پوشاک مردم تاثیر بسیار بسزایی داشته باشه. بنابراین امروز اکثریت مردم به خصوص خانم هایی که معلم بودن کار میکردن، اینا زندگی چون به فلج اقتصادی، فلج روحی و روحانی قرار دارد و هیچ منبع، هیچ جورنالیست و هیچ جریانی نیست که برای این قضیه را تحت پوشش قرار بده، از این گزارش ترتیب و تنظیم بکنه و او را نشر بکنه، بخاطر که طالب اجازه نمیده. طالب حتی پروفسورا و همچنان نخبگان بسیار معروف و مشهور افغانستان را زمانی که اینا صحبت کردن بر علیه اینا، البته بعض موضوعات اونا افشاگری کردند، به شدیدترین لحجه تهدید شدن، توهین شدن، تحقیر شدن، لت و کوب شدن. بنابراین شما آلی این وضعیت مقایسه بکنین به یک فرد عادی، به یک جوانی که بومیه یا گزارش ترتیب میکنن یا مو وضعیت را افشا میکنن یا حقیقت های وحشتناک ظلم و مظالم طالبان را بیان میکنن، شما او را نتیجه فکر کنین که بالاخره او به کدام سرنوشت دچار میشه. خلاصه کلام، خشونتی که علیه خانم ها ای در جریان است و طالبا به شدت ای را ادامه میتن و تحت قمانده و تحت فرمان آیسای موضوع را ادامه میتن، از یک طرف که تعداد زیادی از طالبا مخالف قضیه هستند که تاثیر نداره، ولیکن طالبا و آیسا به شدت به این جرم جرایم خود ادامه میتن، بلکه روز به روز ای را افزایش پیدا میکنن به خاطر از اینکه از ای یعنی در لابلای این خشونت و این تصامیم و این فرامین وحشتناک غیر انسانی و غیر اخلاقی و غیر اسلامی، اینا بسیار محصولات بزرگ را حاصل کردند. آرامش مردم، ذهن مصروف سازی ذهن مردم و همزمان تحکیم نظام وحشتناک اینا بالای مردم به تدریج، فرار کادرها و همزمان اهداف را که در آینده دارند. اهدافشان چی است؟ هدفشانی است که پاکستان می خواهد که از طریق گروه های نیابتی خود که فعلا در مدارس در صفات شمال و در مرکز و اطراف فعلا در مدارس مشغول و مصروف مدارس دینی هستند، خصوصا حفظ قرآن، اینا کلشان تروریست تربیه میشه، کلشان تروریست آموزش می بینن و به نفع پاکستان اینها در آسیای میانه، در هندوستان، در ایران از اینا استفاده صورت می گیرن. شما به این بسیار مطمئن باشین که در این قضیه یا دور یا نزدیک این قضیه ها بالاخره افشا میشه و از نظر عملی
عملیات هایی هم در ایران، هم در آسیای میانه و هم در کشورهای دور نزدیکی که مخالف امریکا، مخالف پاکستان است. این عملیات ها از طریق نیمی مدارس انجام صورت میگیره و قبل از قبل دهها گروه های تروریستی در ولایت های بدخشان، سرپل، فاریاب، تخار، پنشیر در اینجا جابجا شده. و این گروه ها به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این گروه ها با گروه هایی که فعلا تحت آموزش مساجد و مدارس طالبان قرار داره، اینا با هم من حیث یک لشکر مجهز علیه این کشورها استخدام میشه و پول اصلی او را پاکستانی ها از طریق شبکات استخباراتی یا ابو شبکه های و حلقاتی که با کشورهای قدرت های بزرگ اینا در رابطه هستند، تفاهم کردن، تعهد کردن، پول ها را حاصل میکنن و فرزند افغانستان کشته میشه، خاک افغانستان و بالاخره به تاراج میره و بالاخره ممکن است که خدا نخواسته مثل سوریه افغانستان به یک میدان نبرد شبکه های استخباراتی جهانی تبدیل شود. پایگاه های ایران، پایگاه های پاکستان، پایگاه های روسیه، پایگاه های چین و پایگاه های امریکا در افغانستان بالاخره در یک جنگ خیلی وحشتناک ممکن است که خدا نخواسته اگر به این وضعیت ادامه پیدا کنه، افغانستان همه این قضایا احتمالات میره که تهدید بکنه، یعنی آینده افغانستان، زندگی مردم افغانستان و بیشتر از این بیشتر و افغانستان به طرف وحشت و بربریت روان است. اگر مردم افغانستان هوشیار باشند و خصوصا بزرگا و نخبگانی که در هر حالت قرار دارند، در این شرایط و در این وضعیت اینا متفق و متحد باشند و صادقانه روی نجات افغانستان فکر بکنند و بتانند که یک تعامل را به شکل مسلمت آمیز با جامعه جهانی، با قدرت هایی که در دور افغانستان قرار داره، به اینا به یک تفاهم برسند و یک حکومت را حداقل اینا تشکیل بتن، یا به شکل موقت یا به شکل البته غیر موقت، تا ای که طالب ها را از افغانستان یا در نظام مدغم بسازن یا از افغانستان اینا را به اصطلاح خارج بسازن، به خاطر اینکه طالب های عساکر نیابتی پاکستان است، اینا به هیچ وجه به نفع افغانستان نیستن و اینا هیچ کاری بدون استئذان اجازه پاکستان کرده نمیتونن. بالاخره نتیجه ای است که هیچگاهی از طالب توقع نداشته باشین که دشمنی خود را بر ضد خانم ها که در طول دو نیم سال جریان داده اینا ایره قطع میکنن، ایره مسدود میسازن، ایره از بین میبرن. قطعا یگانه راه حلی است که نظام طالبان باید سقوط بکنه یا فشارهای بسیار بزرگی از طریق جامعه جهانی بالا اینا ها وارد شود که تا اینا از ظلم و مظالم بر علیه خانم ها اینا به شکل مسالمت آمیز افکارشان تغییر بکنه، یا ایست که از طریق نظامی، فشارهای نظامی طالبان سقوط داده شود تا اینکه افغانستان، خصوصا خانم های افغانستان، خواهرای افغانستان از ظلم وحشت این گروه تروریستی نجات پیدا کنند. و من الله التوفیق.